سلام، به آدینه روز زیربنا خوش آمدید. امروز نیز با کل گزارش های تازه و مهم اقتصادی هفته که در طول هفته اتفاق افتاد در اختیار شما هستم و من ویدا ساغری هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه خواهم بود. جمعه روز مقام های وزارت فواید عامه می گویند در سالهای اخیر طالبان 130 پل کوچک و بزرگ را تخریب کردند که برای اعمار آنها به ده‌ها میلیون دلار نیاز است. گزارش را بازپخش می‌کنیم. به گفته مقام‌های وزارت فواید عامه، در چند سال اخیر طالبان در شهرهای کابل، قندهار 130 پل کوچک و بزرگ را تخریب کردند. علاوه از آن، در برخی از نقاط دیگر کشور همچنان 100 پل از ماین‌گذاری‌های طالبان در امان نبوده است. به گفته مسئولان در وزارت فواید عامه، اکنون برای بازسازی دوباره این پلها به ده‌ها میلیون دلار نیاز است. وزارت فواید عامه هشدار می‌دهد اگر ارگان‌های امنیتی اقدامات جدی را برای تغییر این وضعیت مد نظر نگیرند، امکان تخریب پلها و تأسیسات عامه بیشتر خواهد شد. متأسفانه امروز در نتیجه عدم امنیت همه سرمایه‌ها به هدر میره. و شما هم در جریان هستین که یکی دو روز قبل طالبا یکی از پل‌های بسیار بزرگ در این شهر در مسیر شهر قلات انفجار دادن و راه را مسدود ساختن. در عین حال نه تنها در شهرهای کابل قندهار، در دیگر مسیرها هم امنیت ضرورت است تا این پل‌ها و پلچک‌ها مسئولیتش تضمین شود. به گفته سخنگوی وزارت فواید عامه، ماین‌های کنار جاده‌ای و آتش زدن موتورهای باربری از سوی مخالفان مسلح باعث تخریب جاده‌ها نیز شده است. به گفته وی، در کنار این مشکل، اضافه بار بودن موتورهای باربری نیز سبب تخریب جاده‌ها شده است. قبلا سیستم توناژ بلنده که کنترل بکنیم کدام جریمه نداشتیم. حالا که جریمه را ما وضع کردیم از طریق مقرر جدید، کس حاضر نیست که رو بپردازه. اگر می پردازن، اینا باز ذهنیت می سازن که از ما پول گرفته شد، در حالی که او شاید همون جریمه باشه که از اینا گرفته میشه. ما کنترل خود آغاز کردیم در ترازوهای بزرگ. در طول 13 سال گذشته 24000 کیلومتر سرک در کشور به همکاری جامعه جهانی قیرریزی و یا هم دوباره بازسازی شده است. هرچند از این جاده ها مراقبت های فنی هم به طور منظم صورت نگرفته است، در کنار آن مراقبت های امنیتی نیز به طور جدی برای حفاظت این سرمایه ملی در نظر گرفته نشده است. و همچنان فراورده های بانوان روستایی از سوی مؤسسه مسئولیت اجتماعی در کابل به نمایش گذاشته شد. گزارش را بازپخش میکنیم. این نمایشگاه 3 روزه از سوی مؤسسه مسئولیت اجتماعی برگزار شده است. مسئول این برنامه میگوید در این نمایشگاه که فراورده های بانوان از ولایت های مختلف به نمایش گذاشته شده است، مورد توجه بیشتری بازدید کنندگان قرار گرفت. با گفته مسئول برنامه مؤسسه مسئولیت اجتماعی، بیشتر از 5000 تن در مدت 3 روز از این نمایشگاه دیدن کردند. در حدود 5000 نفر که به شکل اوسطش از باغ دیدن میکنن که اینا همزمان میتونن که به این نمایشگاه رو ببینن، از این نمایشگاه دیدن کنن، همچنان تولیدات خانم ما به معرفی شوه و اجناسشون به فروش برسه. شماری از بانوان تجارت پیشه روستایی از برگزاری این گونه نمایشگاه ها استقبال می کنند، اما از نبود مارکت برای فروش فراورده هایشان اظهار نگرانی دارند. مراجعین کمتره، فروشات کمتره، چون زیادتر به بیشتری که صنایع دستیار کسی چی نمی کنه، اغزار قدر نمی کنه. خواستیم از دولت یه که ما تمام دستگاه هایی که ما در هرات داریم همه دستگاه ها با دسته، ولی الان مثلا دستگاه ها از خارج آمده که به حساب ماشینی ما انشالله حمایت کنن که ما بتونیم این تجارت خو انشالله پیش ببریم. این بانوان از دولت می خواهند که به صنایع دستی توجه بیشتر داشته باشد. به گفته آنان، اگر دولت افغانستان از فراورده های بانوان حمایت کند، زنانی که از سواد بی بهره ماندند بیکار نخواهند ماند. سالنگ که 50 سال عمر دارد برای توناژ پایین ساخته شده بوده است، ولی امروز زیر فشار حجم زیاد رفت و آمد وسایل نقلیه قرار دارد. گزارشی داشتیم که دوباره بازپخش میکنیم. سالنگ عمده‌ترین گذرگاه که شمال را با جنوب، مرکز و شرق افغانستان وصل می‌سازد، در وضعیت رقتبار قرار گرفته است. این جاده که 50 سال عمر دارد، برای رفت و آمد کمتر از 1000 موتر و با تناژ پایین ساخته شده بود.
در حالی که اکنون روزانه هزاران موتر در این جاده رفت آمد می کنند. معاون رئیس اجرایی و سرپرست وزارت فواید عامه با دستور عبدالله عبدالله به این گذرگاه آمدند تا درباره بازنگه داشتن این جاده در زمستان پیشرو اقدامات فوری را روی دست گیرند. ترتیباتی در نظر گرفته شده که در سال آینده شهرهای سالنگ، شهرهای بزرگ سالنگ چه قسم به طور اساسی ترمیم کنه که هر سال اسفالتو تخریب نشوه. وضعیت سالنگا قسمی است که در اینجا اسفالتو قیر کار نمیته، اما اضافه تر عمرش یک سال است. امیر ما برشه هیچ کسی گارانتی که نمیتونیم که سالنگ به صورت نرمال کار میکنه. باشه دمای عمل سر باز پرابلمایی داشته باشه. از چهار طرف سالنگ هاو میباره میایه. از گالوریا هاو بیه تا که شما منافذ اینا را ترمیم نکنید. سیستم های درانهای جای اساسی را نسازید. سقپای آویزان را جور نکنید. به هیچ صورت ما سالنگ قابلیت عبور 100% داده نمیتونیم. ساخت جاده دوشی شیبر و احیای مجدد تونل کنونی سالنگ برنامه های میان مدت حکومت افغانستان به شمار می روند. اما بزرگترین برنامه در این راستا ایجاد تونل جدید است که $1 میلیارد هزینه نیاز دارد. سالنگ از پر رفت آمدترین جاده ها در افغانستان به حساب می آید. در این حال این جاده در فصل سرما با پرتلفات ترین بزرگ راه های کشور نیز مبدل می شود. خراب بودن جاده ها، رویدادهای ترافیکی و همچنان لغزش برف کوچ در فصل سرما برخی ها را در این جاده سالانه قربانی می گیرد. نصرت پارسا، آریانا نیوز، سالنگ. شنبه تنش‌های انتخابات و امضا نشدن توافقنامه امنیتی باعث رکود سرمایه‌گذاری شده بود. در این اواخر دوباره این وضع رو به بهبود هست. گزارشی داشتیم که دوباره پخش می‌کنیم. تنش‌های انتخاباتی و امضا نشدن سند امنیتی بر روند سرمایه‌گذاری در چند ماه گذشته اثر منفی گذاشته بود، اما اکنون مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند اکنون وضعیت تغییر کرده و امیدواری برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بیشتر شده است. خوشبینی‌های بسیار زیادی وجود دارد. پیام‌های بسیار مثبتی را ما از خارج از کشور دریافت می‌کنیم. تاجران سرمایه‌گذاران افغانی که در خارج از کشور اونا سرمایه‌گذاری کردن، اونا یک بار دیگر علاقمند هستند که به کشور خود بازگردند. از سوی دیگر این مسئولان می‌گویند با امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن، بازرگانان داخلی و خارجی حالا تصمیم گرفتند تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. حال که پیمان امنیتی با ایالات متحده امضا شده، برای شرکت های بزرگ بین المللی یک تضمین آورده شده که اونا بتونن با خیال راحت بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و به این باورمند هستند که با وجودی که ایالات متحده در این کشور باشه، افغانستان به گذشته برنمیگرده. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند رئیس جمهور غنی به بازرگانان کشور وعده داده است که زمین رایگان برایشان داده می شود تا بازرگانانی که در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند دوباره در افغانستان سرمایه گذاری کنند. و همچنان در شنبه روز گزارشی داشتیم که جوانی از بیکاری خودکشی کرد. گزارش را باز پخش می کنیم. این پسر 25 ساله که باشنده شهر پلخمری است، جواد نام دارد و فارغ از تربیه معلم می باشد. اقارب جواد می گویند این پسر از 2 سال به این طرف در جستجوی وظیفه بود، اما در اثر کم توجهی حکومت خود را در مقابل کمره تلفونش حلق‌آویز و به قتل می رساند. زیاد درد آورد، خدای پاک در این پشیمان شد. هیچ گفه نبودن، فقط علت از علت بیکاری بودن. از جای خودسی می خودم ندادن، کسی کار نمیدادن. از بیکاری رنج می برد تا که خودم خفر کرد. بود چارده پاس بود. همیشه رنج می برد، همیشه می گفت که والا این دولت هیچ کار نمیده، این دولت هیچ کار نمیده. این نمی گفت ما می شنیدیم. کتاب های در پیش بالا می رفت، پایان می رفت. نمی دو 3 سال فقط رنج کار می کشید خلاص. نه دولت ما خواهش میکنیم اگر جوانا را قتل نمیکنه باید در تایش یک کار وظیفه باید بتر. در همین حال مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس بغلان خودکشی این پسر را تایید میکنند. به گفته والدینش خود را خارج کردن و جسد را به شفاخانه انتقال دادن.
نظر بررسی ما با محل واقع رفت و قضیه را بررسی کردم و نظر بررسی های ما و نظر دکتر باید بود که خودکشی کردن و بوریدنشان تعلق با ما کسی دار نبارد. در تصویری که از تلفن جواد به دست آمده معلوم می شود که با استفاده از چادر گلوی خود را سخت می بندد، اما بعد از 24 دقیقه جریان فیلم برداری قطع شده و درست واضح نیست که در چه وضعیت جان خود را از دست می دهد. و همچنان مسئولان برق مزار خبر خرید برق به ارزش 1400 میلیون را از ازبکستان دادند. گزارش را دوباره بازپخش میکنیم. مسئولان برق مزار میگویند امسال 1400 میلیون کیلووات برق از ازبکستان خریداری شده که در 6 ماه اول سال تنها مزار شریف از این برق وارداتی استفاده میکرد که با فرارسیدن زمستان مانند سال قبل این مقدار برق با ولایت کابل مشترکاً استفاده می شود که با ازدیاد نفوذ و توسعه شهر کابل و مزار امسال احتمال می رود که پرچوی های برق در زمستان بیشتر شود. انجینیر ناصر رئیس برق بلخ از شهروندان مزار شریف می خواهد تا صرفه برق را در وقت معین آن تحویل بانک نموده و در استفاده از انرژی برق صرفه جویی کنند. وی میگوید در حال حاضر در حدود 120 هزار مشترک برق در ولایت بلخ بوده و این رقم در حال افزایش می باشد که استفاده بیش از حد آن می تواند باعث پرچوی های بیشتر شود. نسبت به سال گذشته در تمام عرصه‌های برق چه در ولایت بلخ است، مثل مزار کابل و چه کابل توسعه پیدا کرده، تعداد مشترکین روز به روز افزود شده و افزود میشه، رو به توسعه است، اما حجم برق بیرونی ما ثابت است. فای میگوید جهت اخذ باقیات از مشترکین برق 18 گروه کاری را در شهر مزار شریف گماشتند. مشخص مختلف است دیگر، نظر به مصرف مشتری است و ما تقریبا 18 گروه کار و هر گروه کار ما بالاتر از 6 و 7 نفر است توظیف کردیم. از هفته گذشته کار عملیش در نقاط مختلف شهر با بلندگویا گروه کاری که در تفتیش و اداری و حسابی است فعلا دقیقه لین ما شروع کردیم و این پروسه ما ادامه داره. در همین حال شماره از شهروندان مزار شریف نیز تاکید دارند که از برق استفاده درست نموده تا باشد در زمستان نیز از نور برق مستفید شوند. یک گروهی که در خانه که ناحق روشن کرده میمانه، اما را میتونه یک نفر دیگه که برقشان ضعیف است یا که یک جایی که برق ندارن اما انتقال بیابه او هم از نور برق مستفید شود. باید ما در صرف برق چون میفهمیم که برق خود ما تولید کشور ما نیست، از کشور دوست گرفتیم، باید با بسیار کوشش کنیم که برق ما مصرف نشه. بازمیز لات برق کسایی که مثلا مصرف به جا میکنه باید جلوگیری کنه. مسئولان برق در مزار میگویند اگر کشورهای همسایه به تعهداتشان عمل نموده و برق اضافی در اختیار افغانستان قرار بدهند مشکل پیش نخواهد آمد، اما در غیر آن مشکلات برق افزوده و پرچوی ها نیز زیاد خواهد شد. آنان میگویند در زمستان سال گذشته سهمیه برق مزار 80 مگاوات بود که در حال حاضر به 100 مگاوات رسیده است. قبل از اینکه به بقیه گزارش های طول هفته بپردازیم میرویم سراغ یک وقفه. با سلام مجدد، در برنامه آدینه روز زیربنا هستید و بقیه گزارش هایی که اقتصادی هستند و در طول هفته اتفاق افتادند و ادامه گزارش هایی که در روز شنبه داشتیم. آلودگی هوا و محیط زیست در مزار قابل نگرانی هست. گزارش را باز پخش می کنیم. فضای شهر مزار با اندکترین وزش باد این گونه آلوده و کثیف می شود. این وضعیت شهروندان این شهر را نگران کرده است. شهروندان مزار شریف در حالی که از عدم توجه شهرداری برای بیشتر نشدن ساحات سبز و نیز توجه نکردن به پاکی شهر انتقاد می کنند، دلیل آلودگی هوا را این گونه بیان می کنند. دلیل از این است که اول نهال که شانده می شه در شروع سال اصلا هیچ سایی توجه نمی شه که نهال که شانده می شه
باید توجه شود، آبیاری شود و در جایی که نهال نشانده میشه زمین از او باید دیده شود که می جای نهال درست جای است یا نه. یکی است خودتان مشاهده میکنه که در مزار شریف ساعات سبز بسیار کم است و شهرداری اونقدر توجه خاص نداره و درخت های را هم که میبینین در مثلا سر سال که در جای نهال های را که میشنه در او توجه نمیکنه، آب در او نمیرسه و طبعا که خشک میشه. شهر ما میگه خانه ای ماست، همه هیچ شهر نظر نمیکنن، دیدگی نمیکنن، کلگی نمی کثافات و نمی آلودگی هوا که از کلگی شده همه گرد و خاک و از همه آلودگی آلودگی هوا از همه گرد و خاک است. با این حال مسئولان در ریاست محیط زیست بلخ دلیل آلودگی هوا در این شهر را نبود کمربند سبز در بیرون از شهر و عدم سیستم منظم کانالیزیسیون بیان میکنند. اصلا این شهر کانالیزیشن نداره، تمام فاضلاب هایی که از اطراف شهر به اصطلاح یا از نواحی گذرهای شهر سرازیر میشه این مجرای بیرون رفت نداره و بالاخره در اکثری در خندق ها یا در جوچه ها تجمع میکنه، به مرور زمان این کثافات و آلودگی از خشک میشه و این در فضایی که شهر مزار شریف همیشه بادهای شدید را به اصطلاح داره با خود، ای مسائل فاضلات ای به هوا سقوط میکنه. سالانه هزاران اسلحه حال در بخشی از شهر از سوی شهرداری مزار غرس می شود، اما عدم توجهی شهروندان و شهرداری سبب می شود که بیشتر این نهال ها این گونه خشکیده شوند. با این حال خواستم نظر ریاست تنظیف شهرداری مزار را در رابطه با آلودگی هوا و نیز نبود ساحات سبز در این شهر داشته باشیم، اما موفق نشدیم. و تعقیب پرونده کابل بانک هنوز به نتیجه نرسیده است. به گزارش توجه کنید. رئیس جمهور افغانستان در نخستین روزهای کاریش فرمان را امضا کرد که پرونده کابل بانک به گونه دقیق بررسی و متهمان آن به دادگاه کشانیده شوند. تا هنوز پلیس توانسته است 7 تن را در پیوند به پرونده کابل بانک دستگیر کنند، اما شمار دیگر که در خارج از کشور فرار کردند و یا هم شهروند کشورهای خارجی اند، دولت افغانستان قادر نشده است تا آنان را دستگیر کنند. هنوز کدام یعنی چراغ سبز خاص به حکومت افغانستان یا به سرنولی کس نشان نداده که اینا میتونند دوباره به افغانستان یعنی میره بسپارن یا نه، مگر می که کوشش های ما روان است، درخواست های ما بیشتر از بیش اضافه تر شده که باید دوسیه در التوا قرار نگیره. دادستانی کل افغانستان می گوید که در بحران کابل بانک 21 تن دست دارند که 913 میلیون دلار آمریکایی از این بانک اختلاس شد و 184 میلیون دلار آن دوباره بازگشتانده شد و اما تا اکنون 729 میلیون دلار دیگر از این بانک لادرک است. افتتاح سرک دارلمان توسط شهرداری کابل، این سرک امکان رفت آمد 1 میلیون نفر را مساعد ساخته است. گزارش را باز پخش می‌کنیم. خیابان منتهی به قصر دارالامان در ناحیه ششم کابل اکنون با رنگ و روی دیگر، راهی که رفت آمد بیشتر از 1 میلیون نفر را به مرکز شهر آسان ساخته. گرد و غبار در فصل گرما و گلولای در زمستان از این خیابان برای همیش رفته و با استملاک شدن خانه‌های دوسوی آن به خیابان دوسوی با 60 متر عرض و 4405 متر طول مبدل شده. سرکی که فعلا ما به افتتاح قرار داریم 11.5 میلیون دلار از کمک‌های دولت ترکیه از طریق اداره محترم تیکا ساخته شده که مجموعاً این پروژه‌ای که هر دوش امروز ما محفل افتتاحش گرفتیم 22 میلیون دلار پروژه است. این روز زمانی که ما از این سرک عبور می‌کردم هیچ باورم نمی‌آمد که در کابل همچون یک سرک جور شده. یعنی واقعاً یکی از بهترین سرک‌هایی که در کابل نظیرش وجود نداره. گلوارها و اطراف این خیابان نیز قرار است به زودی نهالشانی و سبزکاری شود. شهرداری کابل می گوید در 4 سال گذشته حدود 518 کیلومتر خیابان در کابل آسفالت شده و تلاش برای آسفالت و باز آسفالت دیگر خیابانهای پایتخت نیز جریان دارد. یک شنبه
نشست بازرگانان به خاطر مشخص کردن پیشنهادهایشان در کنفرانس لندن. گزارش را بازپخش میکنیم. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، حالا بازرگانان افغان گردی هم جمع شدند تا مشکلات و چالش هایی که فراروی سرمایه گذاری در کشور است به اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کنند. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع میگویند پس از امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن، اقتصاد کشور صفحه دیگری را به خود باز کرده است. به گفته این مسئولان، رئیس جمهور افغانستان وعده داده است تا توجه بیشتر به سکتور خصوصی داشته باشد. کنفرانس لندن که قرار است در اخیر ماه نوامبر در انگلستان در شهر لندن برگزار شود، پیشنهاد خواهد کردیم و تقدیم خواهد شد یافته های ما. هر روز اقدامات جدید صورت میگیره و این یک سیگنال روان میکنه بر سکتور خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاری های خارجی. در همین حال مشاور اقتصادی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که کمک های جامعه جهانی در حالت کم شدن است و در کنفرانس لندن همکاری های جامعه جهانی دوباره جلب خواهد شد. به گفته وی در این کنفرانس بازرگانان افغان باید با بازرگانان خارجی تفاهم کنند تا آنها در افغانستان نیز سرمایه گذاری کنند. وقتی که در کمک های خیلی سخاوتمندانه و گزافی که در 13 سال صورت گرفت، او اقتصاد ما را اگر تنها متکی به کمک شویم پایدار نساخت، دیگر کمک های پایین تر و کمتر از او تبن نمیتانه. نشست لندن قرار است در پایان سال 2014 میلادی روی مسائل افغانستان برگزار گردد که توسط کشورهای افغانستان و بریتانیا به صورت مشترک میزبانی می شود. اتاق تجارت نیز طرحی را برای تقویت سرمایه گذاری به نشست لندن پیشکش خواهد کرد. سه شنبه بنیاد بیاد به کمک بنیاد استارکی برای 760 ناشنوا آله شنوایی توزیع کرد. به گزارش توجه نمایید. تغییری شگفت‌انگیز در زندگی بسیاری از ناشنوایان در کابل. بنیاد بیاد به همکاری بنیاد استارکی صفحه تازه‌ای در زندگی بیش از 650 ناشنوا در کشور ورق زده است. صفحه‌ای که در آن از محرومیت شنیدن صداها دیگر خبری نیست. اینک به خیر در افغانستان قدمی برداشته می شود که در تاریخ این سرزمین بی‌سابقه است. بنیاد بیاد به اثر توجه شبانه روزی خانم فاطمه لعیا بیاد و سایر همکاران عزیز به کمک بنیاد استارکی برای اولین بار به کمک آنهایی میشتابد که ناشنوا زاده شدند و یا در حوادث اخیر صدمه دیدند. بنیاد بیاد میخواهد آنهایی را با سازی معنوی نماید که عیبی هستند و با حاشیه رانده شدند. بنیاد بیاد خوشنود است که با بنیاد استارکی برای نخستین بار در کمک به ناشنوایان همگام است. این بنیاد با تداوم تلاش خود برای زدودن نارسایی ها در بخش های مختلف و ظرفیت سازی در افغانستان متحد و رسیدگی خواهد کرد. انجینیر احسان الله بیاد رئیس این بنیاد همچنان اضافه می کند که از میان این ناشنوایان کسانی بار خواهند آمد که سرنوشت کشور و جهان را رقم می زنند. شاید در بین کسانی که امروز برای اولین بار صداها را می شنوند نوابغی وجود داشته باشد که برای فرداهای افغانستان و جهان مفید واقع شوند. استارکی بنیاد آمریکایی است که تاکنون در بیش از 100 کشور جهان برای ناشنوایان کمک کرده است. بنیادی که مسئولان آن تاکید دارند بازگشتاندن حس شنوایی انسانها مرام اصلی است. قوه شنوایی برای درس و آموزش اهمیت بنیادین دارد. ما سعی داریم انسان‌هایی که از این نعمت محرومند مانند دیگران بتوانند بشنوند و بهره‌گیری از این نعمت در زندگیشان روشنی بیاورد. از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی با انتقاد از بودجه ناچیز دولت افغانستان در بخش مسئولیت اجتماعی اظهار می‌کند که همکاری‌های بنیاد بیاد در این راستا نوید بخش و فراموش ناشده نیست. بنیاد بیاد خدمات بسیار شایانی انجام داده در طی سالیانی که ایجاد شده و همکاری کردند. این همکاری‌هایشان برای مردم افغانستان و برای دولت افغانستان پوشیده نبوده
و هیچ گاهی هم فراموش نمی کنند، قابل تقدیر و تمجید است. امروز به خاطر گوشکی آمدن اینجا حالی گوشکی. نجیب یکی از این ناشنوایان است. او با زبان اشاره می گوید پس از نصب دستگاه شنوایی توانسته بعضی کلماتی که در کودکی شنیده را دوباره بشنود. بسیار کم می فهمیدم تا امیا و نانی تو چیزایی که گپ می زدن. مانند او صدها ناشنوای دیگر اکنون می توانند از صدای طبیعت لذت ببرند و صحبت‌های مادر و دیگر عزیزان خود را بشنوند. دکترانی که به این ناشنوایان همکاری دارند میگویند این آله ها کمک میکند حتی قابلیت صحبت کردن آنان را با تمرین بازگرداند. تا چند از کارساز خواهد بود؟ یک حدود 50% 60% احتمال داره که نتیجه بده. خسته نباشید. این بود گزارش های این هفته، البته گزارش های اقتصادی که خدمت شما بازپخش شد. تا هفته دیگر زیربنا شما را به خداوند می سپاریم. بدرود.